خبر آمد خبری در راه است. یادتونه تقریبا کمتر از یک ماه پیش خبر اومد که طرح صیانت از فضای مجازی رو مجلس ارائه داده و اگر کسایی که توی فضای مجازی فیلتر شده فعالیت کنن مجرمن و مجازات دارن. امروز 26 تیر 1400 بیانیه‌ای دادن برای اصلاحی این طرح. توی همشهری اومده بود و گفته بود که سوشال مدیاهایی مثل اینستاگرام، واتساپ، سیگنال و بقیه، شرکت هایی مثل گوگل و یاهو که خدمات ایمیل دارن، موتور جستجو هستن، سرویس ابری یا کلود دارن و غیره، به زودی فیلتر میشن. و مهنیوز اومد گفت که توی این بیانیه اشاره شده شرکت هایی مثل گوگل و یاهو به مدت 4 ماه وقت دارن که نماینده ای رو به ایران معرفی کنن که حالا این نماینده چه کار کنه؟ بیاد داخل ایران و نمایندگی این شرکت ها رو توی ایران برپا کنه. این خیلی عالیه. اینکه گوگل بیاد توی تهران نمایندگی داشته باشه برای ما خیلی سوده. یکی اینکه کاربرای ایرانی میتونن توی یوتیوب تبلیغ ایرانی رو ببینن روی ویدیوهاشون و کاربرانی که با IP ایران توی یوتیوب میچرخن تمامشون تبلیغ نشون داده میشه و درآمد یوتیوب فارسی چندین برابر میشه. به خاطر اینکه الان به IP های ایران تبلیغ نشون داده نمیشه و عملاً هزینه اون تبلیغ از بین میره. هزاری هم اگر ویدیوت میلیونی بازدید بخوره IP ایران داشته باشه صفر در میشه. از جهتی شرکت‌های ایرانی میتونن بیان تبلیغات خودشون رو توی بستر یوتیوب هم انجام بدن، ولی قطعاً گوگل زیر بار این نمیره که اطلاعاتش رو دو دستی تقدیم دوستان بکنه، همینطور واتساپ، فیسبوک و بقیه. خب در این صورت تمامی فیلتر میشن و اینجا باید چیکار کرد؟ خب دوستان مجلسی طرح برای جایگزینی این دادن گفتن وزارت ارتباطات تا 8 ماه وقت داره جایگزینی برای این دوستان ارائه بده. جایگزین واتساپ، اینستاگرام همشون میشه یه روبیکا و آی گپ. یوتیوب که شده آپارات، گوگل و یاهو و بینگ هم شده یوز و پارسی و ذره بین. گوگل مپس که تازگی تحریم مسیریابیش رو به صورت آنلاین برداشته بود و راحت میتونستیم مثل ویز و بقیه برنامه ازش استفاده کنیم و آنلاین به اون بگه کدوم و بپیچیم. اگر وزارت ارتباطات تو این 8 ماه نتونست کاری بکنه اون وقت چی میشه؟ یه سازمانی به وجود اومده به اسم سازمان ملی فضای مجازی. یه بودجه این وسط هست، دو دستی تقدیم این سازمان میکنن که اینا برامون یه کاری انجام بدن که قطعاً به محض اینکه پول توی حساب بیاد اختلاس میشه و مایمو یه فضای بیکران اینترنت ملی که هیچی توش پیدا نمیشه. امیدوارم این طرح هیچ وقت تصویب نشه چون 100% ما مجرمیم و لطفاً جرمی که بهم میدین گفتم اینو اینطوری بگم بتونید لبخونی بکنید چون لبخونی 100% به نیازمون میشه. فضایی نداریم مثل واتساپ که بهش پیام بدیم، مجبوریم توی جمع یه طوری صحبت کنیم که از همون لبخونی بکنن. یا اینکه برق که نداریم باید با نور خورشید و ماه و اگر شمعی وجود داشته باشه با آینه به هم پیام بدیم، مورس بدیم، یا اینکه آتیش روشن کنیم. یادت نره که سابسکرایب کنی، زنگوله رو بزنی، لایک و کامنت بذاری تا به محض اینکه ویدیو جدیدی توی چنل گذاشتم مطلع بشه بیای ببینی از دستش ندی. بهت توصیه میکنم کلیپایی که انتهای این ویدیو بهت پیشنهاد بشه حتما ببین، حتی اگر به کارت نمیاد خیلی برات خوبه و میتونه کلی کمکت کنه.